وقتتان بخیر به مجله صبح امروز با من ادریس فاروقی خوش آمدین. در نخست برنامه بسته خبری از مهمترین خبرهای افغانستان و بیرون از افغانستان بود که تقدیم شما شد. در ادامه مجله صبح امروز موضوع ما در پیوند به سایه شیوع ویروس کرونا بر برنامه واکسین پولیو است. اگر در همین مورد پرسش و یا دیدگاهی دارین، راه های ارتباطی برنامه 0791-300-654 شما را به گونه مستقیم به مجله صبح وصل میکنه. اگر تماستان برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک ما بزنین، facebook.com/yaktivnewsaf. اونجا پای پست مرتبط به موضوع امروز دیدگاه و یا پرسش اگر دارین بنویسین، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. مهمان ما امروز در مجله صبح جناب میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه برنامه محو پولیو، که تا لحظه های بعد از طریق خط اسکایپ وصل خواهند شد و به گونه مستقیم به پرسش ها و دیدگاهی که شما دارین پاسخگو خواهند بود. از آغاز برنامه تقاضا میکنم خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت خوبتر را اختیار بکنین، صدای تلویزیونتون را پایین بکنین تا بتانیم به گونه دقیق پرسشتان را در برنامه داشته باشیم. در نخست برنامه نخستین تماس را پاسخ میتیم. بینید ما روی خط هستن. سلام، صبحتان بخیر. تماستان وصله. سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شده. موضوع ما امروز در پیوند به سایه شیوع ویروس کرونا بر برنامه واکسین پولیو. اگر پرسش و یا دیدگاهی دارین، راه های ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک ما بزنین، facebook.com/yaktivnewsaf. اونجا پای پست مرتبط به موضوع امروز دیدگاه و یا پرسش اگر دارین بنویسین، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. 0791-300-654 دیگر راه ارتباطی برنامه است که شما را به گونه مستقیم به مجله صبح وصل میکنه. برنامه محو پولیو یا فلج کودکان در سال روان زیر سایه شیوع ویروس کرونا رفته. در پیوند به همین مورد مهمان ما امروز در مجله صبح جناب میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه برنامه محو پولیو، که تا لحظه‌ای بعد از طریق خط اسکایپ وصل میشن و به گونه مستقیم به پرسش ها و دیدگاهی که شما دارین پاسخگو خواهند بود. تماس داریم، بینید ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. سلام، صبحتان بخیر. تماستان وصل است، مهربانی. تماس بیننده ما قطع شده. خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت خوبتر را اختیار بکنین تا بتانیم به گونه دقیق پرسشتان را در برنامه داشته باشیم. 791-300-654 شما را به گونه مستقیم با مجله صبح وصل میکنه. اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک ما بزنین، facebook.com/yaktivnewsaf. اونجا پای پست مرتبط به موضوعی که امروز پست شده، پای پست مرتبط دیدگاه و یا پرسش اگر دارین بنویسین، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. مهمان ما امروز در مجله صبح جناب میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه برنامه محو پولیو، که تا لحظه‌ای بعد از طریق خط اسکایپ وصل میشن و به گونه مستقیم به پرسش‌ها و دیدگاهی که شما دارین پاسخگو خواهند بود. برنامه محو پولیو یا فلج کودکان در سال روان زیر سایه شیوع ویروس کرونا رفته. در همین مورد اگر پرسش و یا دیدگاه دارین میتونید که سمتان را در برنامه داشته باشن. تماس داریم، بیننده ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماس بیننده ما قطع شده. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، پس از میان برنامه دوباره برمیگردیم. اگر پرسش و یا دیدگاهی در رابطه به موضوع ما دارین میتونین از طریق راه های ارتباطی برنامه به تماس شوین. وقفه. دوباره برگشتیم. ادامه مجله صبح، موضوع ما امروز در پیوند به سایه شیوع ویروس کرونا بر برنامه واکسین
پولیو. مهمان ما امروز در مجله صبح جناب میرجان راسخ، مسئول آقایامی برنامه محو پولیو، از طریق خط اسکایپ وصل هستند. بکنه مستقیم به پرسش ها و دیدگاهی که شما دارین پاسخگو خواهند بود. جناب راسخ سلام، صبح شما بخیر. علیکم سلام، صبح شما هم بخیر و سلام بر بینندگان محترم تلویزیون. سلامت باشین. جناب راسخ، شیوع ویروس کرونا چقدر تاثیر منفی در سال روان میلادی روی برنامه واکسین پولیو گذاشته؟ بله، شیوع ویروس کرونا قسمی که دیگه بخش‌ها و دیگه سکتورها را هم متاثر ساخت. بدبختانه برنامه محو پولیو را هم از تاثیر خود باز نماند. مخصوصا از آغاز سال روان میلادی تا اکنون فقط ما توانستیم دو دوره کمپاین واکسین پولیو را در ماه فوریه و مارچ را اندازی کنیم و بعد از او موضوع قرنطین پیش آمد و وضعیت کرونایی حاکم شد در کشور. سه دوره کمپاین خانه با خانه واکسین پولیو به تاخیر افتید و تا اکنون ما انتظار داشتیم که ممکن وضعیت خوب شود و وضعیت کرونایی تا یک مدت کوتاهی را دوام بکنه در کشور. اما حالی که میبینیم کرونا هنوز هم دامنگیر جهان است، جهان را با تهدید مواجه ساخته و افغانستان از او هم مستثنا نیست و اکنون سر راهکارا و دستورالعملا و پروسیجرها و مکانیزمهای کار میکنیم که ما چگونه بتوانیم در همچون یک وضعیت کرونایی در کشور دوباره کمپاینهای واکسیناسیون پولیو را از سر بگیریم و تطبیق بکنیم و به صورت موفقانه همه اطفال زیر 5 سال را در مقابل ویروس پولیو وقایه بکنیم با قطرات واکسین پولیو. درست، بسیار تشکر. در ادامه هم صحبت های شما را می داشته باشیم روی آمار از کودکانی که فلج یا از واکسین پولیو باز ماندن. اما پیش از اون نخستین تماس برنامه را پاسخ می دهیم. بینید ماری خط هستند. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل. سلام، صبح شما بخیر. می روانی؟ علیکم سلام، خواهشان صدای ما را از طریق تلفنتان داشته باشین. مهربانی، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم. خواهشان زمانی که تماس میگیرین صدای ما را از طریق تلفنتان داشته باشین تا بتونیم بگویید دقیق پرسشتان را در برنامه داشته باشیم. 791-300-654 شما را بگویید مستقیم و مجلس را وصل میکنه. اگر تماس شما و برنامه وصل نمیشه، میتونین سر به نشانی فیسبوک یک تیوی نیوز ای اف بزنین، اونجا پای پست مرتبط به موضوع دیدگاه و پرسش اگر دارین بنویسین، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. تماس داریم. سلام، صبحتون بخیر. تماستان وصل است. سلام، صبح شما بخیر. مهربانی، تماس بیننده ما قطع شد. جناب راسخ، در رابطه با آمار از کودکانی که از واکسین پولیو باز ماندند و همچنان آمار در مورد این که چقدر فلج کودکان را آیا ثبت داریم یا خیر؟ بله، اطفال که ما در این برنامه مورد هدف داریم او نزدیک به 9.9 میلیون طفل زیر سن 5 سال است که در کمپاین های سبتاستری، یعنی این کمپاین هایی که در تمام ولایات افغانستان تطبیق میشه، باید تحت پوشش واکسیناسیون قرار بگیرد. یعنی 9.9 میلیون طفل باید در هر دور کمپاین سرتاسری تحت پوشش واکسیناسیون قرار بگیرد. بنابراین اگر ما برگردیم باز هم از اثر وضعیت کرونایی و قرنطین گفته میتانیم در این سه ماه گذشته 9.9 میلیون طفل از واکسین باز ماندند. اگر این مدت زمانی از این طول بکشه، یعنی از سه ماه و بعد شش ماه و یک سال طول بکشه، در اون صورت یقیناً که یک خلای بزرگ معافیتی نزد اطفال به وجود می آید و اطفال وقایش و معافیتش در برابر ویروس پولیو ضعیف قرار می گیره. دیگه باز خدای نخواسته در اون صورت به صورت کتلوی ما شاهد معلولیت و مصابیت اطفال خود در برابر ویروس پولیو خواهیم. درست. دیگه از این خاطر از ما بیش از این انتظار کشیده نمیتونیم و کوشش میکنیم که دوباره کمپاین های خود را سر بگیریم و برمیگردیم به جزء دوم سوال شما در مورد واقعیات و یا
موارد فلج کودکان در سال 2020 تا اکنون ما 23 واقع مثبت پولیو را ثبت داریم که بیشترین از این واقع در حوزه جنوب افغانستان باز هم به ثبت رسیده، حدود 13 واقع در حوزه جنوب است، 6 واقع در حوزه غرب، 2 واقع در حوزه شرق، 1 واقع از بلخ حوزه شمال و 1 واقع هم از بدخشان بزرگ. درست، بسیار زیاد تشکر. تماس داریم، بیننده مرین خط هستند. سلام، صبحتان بخیر. تماستون وصل است. سلام، صبحتان بخیر. میربانی نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ مصطفی از محله سرز کابل به تماس شدم. بسیار خوش آمدین. میربانی پرسشتان واکسن کجا واکسن؟ تماس بینید موقت شد. خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقت خوب در اختیار بکنین تا بتانیم بگونی دقیق پرسشتان را در برنامه داشته باشیم. جناب راسخ، چقدر دسترسی دارین به نقاط دوردست افغانستان؟ تمام نقاط افغانستان را تحت پوشش قرار میدین و یا محدودیت هایی وجود داره که به ساعت این برنامه عملی نمیشه؟ بله، بدبختانه در از سال 2018 به این طرف، خصوصا از ماه می سال 2018 به این طرف، ما در وضعیت دسترسی خوبی برای اطفال قرار نداشتیم. دسترسی تا حدود محدود شده میرفت. قبل از اون ما حدود همه اطفال را که قبلا گفتیم که 9.9 میلیون طفل مورد هدف ما بود، در حدود 98% از این را ما تحت پوشش قرار می دادیم. درست. اما بدبختانه از ماه می 2018 در حوزه جنوب، جایی که مخزن انتشار ویروس پولیو شناخته می شد و از دیگر ساحات افغانستان ویروس پولیو دامنش برچیده شده بود و فقط در این حوزه منحصر شده بود و مهار شده بود، ما تلاش‌های نهایی خود را به خرج می‌دادیم که از این حوزه هم ویروس را دامنش بر بچینیم و بریم به یک افغانستان عاری از ویروس پولیو. بدبختانه که در او زمان کمپاین‌های خانه با خانه واکسین پولیو ما در این حوزه متوقف گردید و ممانعت و مخالفت مواجه شد. دوباره ویروس پولیو از او حوزه انتشار پیدا کرد به ساحات دیگر ناامن. باز هم امی محدودیت دسترسی دامنش وسیع‌تر شد، تنها منحصر به حوزه جنوب نماند. دیگه ساحات ناامن هم در اوج ما دسترسی به تمام اطفال نداشتیم. باز در سال 2019 یک مشکل دیگه پیش آمد که مشکلی بود که بین مخالفین مسئله دولت و سازمان صحی جهان و صلیب سرخ به وجود آمد که فعالیت‌های این دو نهاد را متوقف ساختند، چون این دو نهاد هم با ما در این برنامه همکار بود، هم برنامه ما را متاثر ساخت. در 3 ماه سال 2019 باز هم ما کمپاین واکسین پولیو نداشتیم که این هم سبب یک به وجود آمدن یک خلای معافیتی نزد اطفال در برابر ویروس پولیو گردید. بدبختانه در سال 2020 ما اکنون شاهد وضعیت کرونایی شدیم. دیگر امو اطفال مورد هدف ما که ما متوقع بودیم که باید تماما 100% مورد پوشش برنامه واکسیناسیون قرار بگیره و معافیت از اونا در برابر این ویروس بلند بره و دیگر مجال برای بقای ویروس پولیو نمانه و این ویروس از افغانستان برچیده شود. معکوس شد قضیه، این مشکلات سبب شد بدبختانه که ویروس باز هم در افغانستان سرآمد. درست، بسیار تشکر. تماس داریم، بیننده ما انتظار هستن، تماسشان را پاسخ میتیم. سلام، صبحتان بخیر. بله، تماستان وصل است. سلام، صبحتان بخیر. میربانی نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ بختی من پکتیا ولایت است. بسیار خوش آمدین. میربانی پرسشتان پختی من در کرونا ویرس و فکر ویرس افغانستان که تو مرحب ترسیده لده. درست، پرسش دیگر نداره؟ بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتین. موضوع ما امروز در پیوند به سایش ویروس کرونا بر برنامه واکسین پولیو است. اگر در همین مورد پرسش و یا دیدگاهی دارین، راه ارتباطی برنامه 0791-300-654 در اختیار شما قرار دارد. اگر تماس شما برقرار نمیشه، میتونین سر به نشانی فیسبوک ما بزنین، facebook.com/yaktvnewsaf. اونجا پای پست مرتبط به موضوع امروز دیدگاه و یا پرسش اگر دارین بنویسین، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. بیننده مرین خط هستن. سلام، صبحتان بخیر.
تماستون وصله. سلام، صبحتون بخیر، مهربانی. بله، سلام علیکم. علیکم سلام، خواهشان صدای ما را طریق تلفنتون داشته باشین. مهربانی، نامتون از کجا تماس گرفتین؟ رحمت الله، ما از مرکز کابل نتاکر تماس کیم. بسیار خوش آمدین، مهربانی پرسشتان. تاس به سلام وای ما محترم مصطفی نیلمت، سلام وای ما. سلامت باشین، بفرمایین. پختنه می ده غدر آلان ده مسلمین چی ده پروگرام چی بند شوه ده واقع چی پولی پا افغانستان کی خپل آوش تا رسیدی لیده ده دوی پا هر پخت ما چی ده دوی کمپینونه بیا کل پیل کی گی ده پولی پر زد بانی. درست. زکر چی دیو سو ولیتون نه ده افغانستان طول ولیتو تا پولی خورا شوه ده ده دوی پروگرامونه سری پراتلون کی. درست. با دیار معلومات تا بسیار تشکر از شما که تماس گرفتین. حتما صحبت های جناب راسخ هم در این مورد می داشته باشیم در رابطه با آغاز دوباره برنامه پولیو و همچنان برنامه های آگاهی دهی که شما قرار است آغاز بکنین و بر مردم آگاهی دهی صورت بگیرن. جناب راسخ، مهربانی. بله، رحمت الله ورور، په ځواب کې باید ووایم اوله خو غواړم مننه وکړم چې دوی خپله همدغه اندېښنه مونږ سره شریکه کړه او لیوالتیا یې وښودله چې کله به واکسین کمپاینونه دوبارې په افغانستان کې پلي کېږي. وروره، ډېره مننه، مونږ هم همدغسې د افغانستان د هر وګړي څخه داسې توقع لرو چې دوی خپله هم داسې لیوالتیا په دې برخه کې وکړي. دا یوازې د وزارت یا د وزارت روغتیایي مرستندویو ادارو دنده نه ده چې هر کار دی په پلا واخلي، ځکه د ولس همکاري ډېره اړینه ده. راځم مشخصا ستاسو پوښتنې ته چې په پولیو کمپاینونه به کله راپیل کېږي. وروره، زمونږ اوله خو غواړم دا واضح کړم چې دغه کمپاینونه یوه برخه زمونږ د فعالیتو ده چې مونږ که واکسین کورنیو ته د کور دروازې ته ورسوو او ماشومانو ته دغه سهولت مساعده کړو، کورنیو ته دا سهولت پیدا کړو چې دوی په عذاب نه شي، روغتیایي مراکزو ته لاړ نه شي، لرې واټن تکنیکلی دې ستونزو سره مخ نیسي. نورې ستراتیژیکان، نورې برنامې، نورې فعالیتونه هم د دې تر څنګ شته دي. زمونږ په هر روغتیایي مرکز کې هلته دغه واکسینونه نه یوازې په پولیو ټول واکسینونه په وړیا توګه هلته شتون لري. کورنۍ کولای شي چې ولاړ شي د روغتیایي مراکزو نه هم واکسین واخلي. همداراز نور په نام د تفتیش برنامې هم لرو چې زمونږ ټیمونه ځي سیمې ته، کلو ته، بانډو ته، هلته د خلکو د کلیوالو نه ته بلنه ورکوي چې یا جومات ته راشي، یا د کلي مالک کور ته راشي، یا کوم بل ځای ته، هلته واکسینونه ماشومانو ته ورسول شي. زما فقط مخکې د دې نه اخري ټکي د ستاسې پوښتنې په ځواب ته راشم، فقط یادونه دا کوم چې وروره، زمونږ په هغو سیمو کې څنګه چې تاسې یادونه وکړه، یا په کوم کلي کې، یا په کومې ولسوالۍ کې چې دغسې یوه پېښه رامنځته کېږي، د دې معنا دا ده چې د هغې شاوخوا ماشومان ټول د دغه تهدید او ګواښ سره مخ دي. ښه دا ده که چېرته کمپاین په هغو ورځو کې نه و ولاړ شي، په کتلوي یا په انفرادي په شکل باندې روغتیایي مراکزو ته هلته خپل ماشومان د پولیو په وړاندې او یا د نورو واکسینونو په وړاندې باندې واکسینو نو ناروغیو مخنیوي وړ ناروغیو په وړاندې هلته واکسین کړي. ځم دې پوښتنې ته چې کله به کمپاین پلي کېږي، انشاءالله ډېر په نږدې راتلونکي کې په هغه څه شی چې مونږ په نظر کې نیولي دي، یو میاشت یا تر خواري مونږ کمپاینونه پلي کوو په یو خاص شرایطو کې چې هلته زمونږ روغتیایي کارکوونکي، واکسیناتوران، کورنۍ خدای مه کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کورونا ناروغۍ یا ویروس له امله صدمه وي. بسیار تشکر جناب راسخ، تماس داریم، بینید مریخت هستن، تماسشون را پاسخ میتیم. سلام، صبحتان بخیر. تشکر، زنده باشین. سلام به شما، سلام به مهمان برنامه، ارزو دارم که جور سرمند باشین. سلامت باشین. بنده از سمت شمال تماس گرفتیم. بسیار خوش آمدید. میروانی، سوال ما به دکتر طبی است که اینا خوب دقیق تر میفهمن که این مرض بسیار خطرناک است و از کرونام که بدتر میچی میشه که چون تفلای ما را دیگه بیشتر و بیشتر مصاب نشن، اینا چرا یک کاری که میشن که بیشتر انجام بدن همین کار را توقف نکنن، همین مرض ریشه کم شود، اینا میگن بخاطر مرض کرونا اینا توقف دادن، اینا باید بفهمن که ریسک
زیادتر بادی را دوباره از شروع میکنن که سمت شمال مثلا جایی که نام نسی خوبی خیلی تفلا دوباره زیاد شدید شده در ایسخی این مرض چه قسم میشن؟ درست، پرسش دیگر نداره؟ تشکر زنده باشین، خواهش شما همیست که یک ذره توجه جدی داشته باشن دیگر. درست، بسیار تشکر از شما که تماس گرفتین. جناب راسخ هم صحبتشان را در این مورد میداشته باشین. جناب راسخ میروانی؟ بله یقیناً، ما با توجه به می وضعیت پیش آمده قسمی که قبلا گفتیم انتظار طولانی مدت کشیده نمیتانیم، فقط از امروز آغاز وضعیت کرونایی در کشور هدف می بود که دو سه ماه را منتظر میمانیم، بعد از او کمپاین ها و فعالیت های خود را از سر میگیریم در افغانستان. انشاءالله در این دو سه ماهی که کمپاین ها هم به تاخیر افتیده و قدر خدام خلای بزرگ معافیتی نزد اطفال در برابر ویروس پولیو بوجود ما آمده، اگر امی 23 مورد به فلج کودکان را هم در نظر بگیریم، او در ساحات بوجود آمده که از دو سال قبل در اونجا دسترسی محدود بوده، این تمام یعنی 23 واقع در ساحه وجود نامده که اینجا دسترسی ما مقدور بوده بوده باشه و فقط از بابت دو سه ماه تاخیر کمپاین ها این خلای معافیتی به وجود آمده باشه. توجه و تلاش در حد نهایی وجود داره، تعهد قوی هم از طرف وزارت صحت عامه و هم از طرف شرکای صحیش وجود داره، همه امکانات و تلاش ها برای این است که این مرض دامنش برچیده شود و اینجا نه تنها تعهد دولت افغانستان مطرح است بلکه مبارزه با فلج اطفال این یک تعهد جهانی است، قسمی که برادر ما هم در صحبتش یاد آور کرد که ما ویروس پولیو را به نام ویروس وحشی پولیو میشناسیم، به این معنا که مثل پرنده های وحشی و یا حیوانات وحشی اگر دامنه ازی گرفته نشه، جلوگیری نشه و مبارزه جدی در برابر ازی صورت نگیرد و مانند اونم پرندگان و حیوانات وحشی دوباره سرایت میکنند و حتی جهان هم به خاطر که اطفالشان در حفظ و در امان بمانند تلاششان است که ویروس از سطح جهان محو و نابود. تشکر بسیار زیاد، تماس داریم. سلام، صبحتان بخیر. تماستان وصل، سلام، صبحتان بخیر. بله. مهربانی، نامتون از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام علیکم. علیکم سلام، مهربانی. تاسو ته سلامونه محترم راسته صاحب، ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ به ستې. پښتنه لرمه چې دغه د پولي پر ضد کمپاینونه خو اوس ودرېدلي دي په ټول افغانستان کې، هغه سپرایزران چې د نېټي پروسه کې کار کوي هغه درې ورځني کپل سپرایزران واقعیت په ټول افغانستان کې بیکاره شوي، دا څلور میاشتې کېږي هغوی په کور ناست دي. په داسې حال کې چې د هغوی ماشونه هم نشته، د دوی په اړه پوښتنه لرم چې دوی سپرایزران ته نور کارکوونکي چې دغه برخه کې محروم شوي له کاره هم بل کار هم نشي کولی، دویمه وظیفه هم نشي کولی، دغه یو وظیفه لري، ټول بیچارهګان په کور ناست دي. دې لپاره تاسو کومه برنامه لرئ که نه لرئ؟ دا څلورمه میاشت ده، ځکه چې په هره ولسوالۍ کې دېرش پنځه دېرش سپرویزران دي، دا چې ټول افغانستان کې حساب کې زیاتر په زرهاو سپرویزران دي، رضاکاران دي، ټول دومره معاش هم نه لري خو بیا هم ټول په کور ناست دي. په دغه اړه معلومات راکړئ. بسیار تشکر از شما که تماس گرفتین. فقط دغه نوم او ځای که دی بیا را تا یاد ما فکر نو او که تاسی منو که در خون نوم او ځای بینندی عزیز تماس مردارین؟ تماس بینندی ما قد شد. در کل عمومی جناب راسخ پرسششان بود که کسانی که در این برنامه کار میکردن والا بکار شدن برنامه تون برای اونا صحبتایتان میخوایم داشته باشیم، اما پیش از او یک میان برنامه میگیریم، دوباره برمیگردیم و ادامه مجله صبح. دوباره برگشتیم، ادامه مجله صبح. موضوع ما در پیوند به برنامه واکسین پولیو است. اگر پرسش و دیدگاهی دارین میتونید از طریق راه ارتباطی برنامه با ما در تماس شوین. تماس داریم. سلام، صبحتان بخیر. تماس بیننده ما قطع شده. جناب راسخ صحبتاتتون برای بیننده ما که تماس گرفته بودن و پرسش داشتن. بله خب امی بود که ما محل و نام خود را هم ذکر میکرد که ما مشخصا میفهمیدیم این مشکل در کدام ساحه وجود داره.
نو په هر صورت وروره که زمونږ آواز اورئ ستاسې د پوښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې پس ستاسو د خبرو نه هم دا معلومېدل چې تاسې خپله هم په دې پروګرام کې غړي یاست او تاسو ته بهتره واضح معلومه ده چې موږ دوه ډوله د اصلاح کارکوونکي یا همکاران په دې برنامه کې لرو. یو هغه دي چې کمپاین بیس دي، یعنې دغه کمپاین په ورځو کې هغوی ته څه په زحمه ورکول کېږي، لکه واکسیناتورانو ده، رضاکاران او ځینې هغه ډېر فکس محدوده کسان دي چې موږ دایمي هغوی ته معاش ورکوو. هغه کسان دي او هغه سیستمونه دي د یو ښه شفاف میکانیزم له مخې ځي چې په هغه کې خپله روغتیا وزارت کوم دخل او تصرف نه لري. هغه زموږ مرستندویه ادارې لکه یونیسف او دبلیو ټو دا همکاري کوي. نو فقط موږ داسې څه نه لرو چې په کتلوي شکل ټولو ته یا مثلا ټولو سوپروایزرانو ته موږ ځواب ورکړی وي چې تاسو موږ سره کار نه لري. که تاسو سره داسې کومه ستونزې وي خپلې په سیمه کې هلته هم زموږ د پروګرام استازي یا مسؤول کسان هم شته دي او روغتیا وزارت بسلاب ریاستونه هم اغل تسته دی. تاسو به طریقه نه مراجعه وکړئ وګورئ که ستونزه حل نه شوه بیا دلته په مرکز کې موږ ستاسو په خدمت کې هست. درست، بسیار تشکر جناب راسخ. میشه در مورد امکانات هم صحبت داشته باشین؟ از نگاه امکانات چقدر امکانات کافی برای برنامه در اختیار دارین که بتونین برای مردم برسانین؟ از طریق امکانات و یا معاونت ها و کمک های مالی و تکنیکی الحمدلله شرکای صحی وزارت صحت عمومی افغانستان یک تعهد و همکاری خوب دارم. ما از تلاشاشان و از همکاریاشان و از معاونت و کمکاشان قدردانی میکنیم، تشکری میکنیم. لله الحمد تا اکنون ما به کدام مشکل جدی مالی و تکنیکی از بابت اونا مواجه نشدیم. ادامه داشته، فقط یک اداره که به نام روی داری میگفت او هم در این برنامه همکار بود. یک تعداد کسایی که به حساب مبلغین بودند در ساحه و یک شبکه آگاهی‌دهی را ما ایجاد کرده بودیم که در او حدود به هزارها تن ایفای وظیفه میکرد. بدبختانه بر اثر قطع کمک های از اینا یک تعداد از همکارهای ما واقعا بیکار شدن که شمارشان ممکن در نیمازات الا چهارات تا حد 4000 میرسه. این یک مشکلی بود که ما در سال 2020 به او برخوردیم و در دیگر قسمت ها معاونت و تعهد از اونها تمام کافی وجود داره و اقدام خلای جدی را از این بابت احساس نمی کنیم و این برنامه مخصوصا تطبیق واکسین خانه به خانه پولیو پر هزینه است. یک واکسینی که خریداری میشه از طرف فابریکه و انتقال داده میشه و در یک درجه محدود حفظ میشه و به طفل میرسه، یک هزینه بزرگی به کار داره که اونا در قسمت هم داریم. درست، بسیار تشکر جناب راسخ. در مورد این میخوایم صحبتاتون داشته باشیم که چقدر مردم با شما همکار است وقت زمانی که پشت در به خانه های مردم این برنامه و این واکسین فرستاده میشه، چقدر همکاری میکنن نه تنها در پایتخت بلکه در ولایات در نقاط دوردست افغانستان؟ یقینا مشکل بسیار دقیق و موضوع مورد بسیار دقیق را شما اشاره کردید در سوالتان. ما وقت در اینمی قسمت برنامه و یا امی تلاش های ما با چالش مواجه است که همکاری مردم با ما کمرنگتر است. یک سلسله بیتروایی ها بیتفاوتی ها از قبل هم وجود داشت که ما از طریق برنامه های آگاهی دهی به این موضوع بسیار زیاد تلاش کردیم. از برکت رسانه های محترم هم تانستیم این ده قسمت کار بکنیم. اما باز هم قسمی که ویروس کرونا تا اکنون جدی گرفته نشد و ویروس پولیو را هم جدی خانواده ها نمی گرفتن. ما گفتیم از جانب دولت، از جانب شرکای صحی افغانستان، مخصوصا خود وزارت صحت، ما تعهد قوی برای ریشه کردن این ویروس وجود دارد. اما خانواده اکثر در این قسمت تفاوتی میکنه که واکسین میره پشت در منزلشان و اونا حتی حاضر نمیشه که طفل بیرون بکشه. بسیار تشکر. بسیار تشکر جناب میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه برنامه محو پولیو، از اینکه حضور پیدا کردین. سلامت و زنده باشید. وقت شما خوش. ممنون از شما همچنان که تال بیننده مجله صبح بودین. تا فردا، خدا نگهدار.